با درودی دگربار، من الهام ستاکی و من یاسمن اشرفی از شما دعوت میکنیم به مشروع اخبار این ساعت. توجه بفرمایید. آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران با حمله شدید و لحنی به رهبران و فعالان معترض به انتخابات سال گذشته هشدار داد که فتنه‌گران بیکار ننشسته اند و آتش زیر خاکسترند. او خواستار برخورد جدی با فتنه‌گرانی شد که هنوز دستگیر نشده اند. جنتی در خطبه نماز جمعه مسئولان کشور را به باد انتقاد گرفت که گویا به فتنه‌گران زندانی مرخصی های بی مورد می دهند. او هشدار داد که آنها از این فرصت استفاده کرده و از کشور خارج می شوند. وی افزود آنهایی هم که در داخل می مانند جلساتی تشکیل می دهند و دوباره دست به توطئه افکنی می زنند. او آنچه را که خود فتنه‌گران می‌نامید با سارقان مقایسه کرد و مدعی شد که مرخصی دادن به فتنه‌گران مانند فرصت دادن به سارقان است تا دوباره به سرقت‌های خود ادامه دهند. آیت الله جنتی همچنین به آنچه فتنه‌گران خارج از کشور خواند اشاره کرد و خواستار دستگیری سریع چنین افرادی در صورت بازگشت به کشور شد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین کسان دیگری را بدون ذکر نام مورد حمله قرار داد که گویا فسادهای مختلفی داشتند و دستگاه‌های اطلاعاتی نمی‌توانستند در گذشته اقداماتی را علیه آنها انجام دهند. و اما شادی صدر، وکیل ایرانی و فعال حقوق زنان جایزه سال 2010 سانتا کلارای آمریکا را به خاطر استفاده از مهارت حقوقی خود برای کاهش بی‌عدالتی و نابرابری دریافت کرد. خانم صدر که برای دریافت این جایزه به شمال ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا سفر کرده است، به بی بی سی فارسی گفت که در حال حاضر مشغول تحقیق درباره شکنجه جنسی در زندان‌های ایران در طول 30 سال گذشته است و در نظر دارد مستندات مربوط به پرونده شکنجه و تجاوز به زنان زندانی ایرانی در طول این سال‌ها را جمع‌آوری کند. او از پرونده نیلوفر تشیّد به عنوان یکی از موارد مورد تحقیق خود نام برد و گفت خانم تشیّد دانش آموزی بود که در شهریور سال 1360 در زندان اوین تهران تیرباران شد. به گفته خانم صدر، خانم تشیّد وقتی 15 ساله بود در تظاهرات مخالفان دولت در روز 30 خرداد 1360 دستگیر و به علت پخش اعلامیه سازمان چپگرایی که هوادار او بود به اعدام محکوم شد. خانم صدر این جایزه را به نسرین ستوده و نازنین خسروانی اهدا کرد. نسرین ستوده وکیل ایرانی است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد و برای اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب قضا زده است. نازنین خسروانی هم یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب است که با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته و در روز 12 آبان ماه دستگیر شده است. مادر خانم خسروانی امروز به بی بی سی فارسی گفت که هنوز موفق نشده است که دختر خود را ملاقات کند و ماموران زندان اوین به او گفتند که دخترش ممنوع ملاقات است. جایزه 30,000 دلاری دانشگاه سانتا کلارا در ایالت کالیفرنیای آمریکا هر ساله به یک وکیل اعطا می شود و سال گذشته نیز وکیلی اهل هایتی به علت تلاش برای توقف مجازات اعدام در این کشور موفق به دریافت این جایزه شده. و ما در این بخش مصاحبه تلفنی داریم با خانم لیلی پورزند، حقوقدان و فعال حقوق بشر. موسیقی
خب خانم لیلی پورزند، با درود بر شما. سلام الهام عزیز، ممنون از اینکه منو دعوت کردید به برنامه‌تون. خواهش میکنم. سلام خانم پورزند، همراه با یاسمین در خدمت شما هستیم. من مستقیما میرم سراغ پرسشمون خانم پورزند. با وجود سرکوب دانشجویان و وکلا که شاهد اون بودیم اخیراً در ایران و اما در خارج از ایران، اخیراً ما شاهد این بودیم که عکس العمل جوامع بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر خیلی بیشتر شده. به طور مثال به چند تا از اینا من اشاره میکنم، مثل یونسکو که اعلام کرد از برگزاری کنگره فلسفه در تهران پشتیبانی نمی‌کنه، یا راه نیافتن جمهوری اسلامی در نهاد زنان سازمان ملل، و یا خبر دیگه‌ای که همین الان یاسمن بهش اشاره کرد، اون هم جایزه خانم شادی صدر امروز بود که به خانم نسرین ستوده و نازنین خسروانی اینا رو تقدیم کرده. آیا اینها در جامعه بین المللی نشانگر چیه؟ یا سما خانم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگانتون. من فکر میکنم این نکته مهمی هستش که شما به درستی اشاره کردید بهش، و این یک روند جدید هست در دنیای جدید سیاست و حقوق بشر ایران که من میتونم اینجور بهش نگاه کنم که این جامعه بین الملل نیست که در حقیقت به خودی خود و بدون هیچ دلیل خاصی حساسیت بیشتری نسبت به مسئله ایران پیدا کرده، بلکه این خود مردم ایران هستند که برخواستن تقاضاهای مدنیشون رو برای دموکراسی و حقوق بشر و شنیده شدن صداشون و تغییر خیلی بلند در دنیا مطرح کردن، در جلوی دوربین ها کشته شدن، خبر شکنجه هاشون در سراسر دنیا پخش شد، و این بهایی بود که پرداختن برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی. و امروز بعد از یک سال و اندی گذشتن از روزگاری که به هر حال بعد از انتخابات پشت سر گذاشتیم، شاهد در حقیقت چیدن گلهای اون شکوفه ها هستیم که توی خیابونهای ما پرپر شدن سال گذشته. و من فکر میکنم که این زمانیست برای برداشت ما ایرانی ها از اون بهایی که پرداختیم، به این معنی که جامعه بین الملل حساسیت های خودش رو بیشتر کرده نسبت به ایران، صدای مردم ایران رو شنیده، و امروز ما خارج از کشوری ها که به ناحق از مملکتمون رونده شدیم میتونیم اینجا صدای اون مردم باشیم، کمان که همونطور که اشاره کردید سعی کردیم که باشیم و نتایجش همونهایی هست که به نمونه و به درستی شما اشاره کردید. این یک پارچگی درون ایران و خارج ایران که از سال گذشته بسیار خودش رو جلوه داده. من فکر میکنم که همین دستاوردهای بین المللی نمادین زیبا رو داره که به عزیزانمون در ایران میتونه بیشتر روحیه بده و بدونن که اینجا ما به هر حال بیکار نیستیم و صدای اونها هستیم، و هزینه ای رو که اونها پرداختن و جامعه بین المللی داره ارج میذاره. شاید خیلی ها در رابطه با همین مسئله میگن که جنبش سبز سرکوب شده، ولی خب در نماز جمعه امروز آیت الله جنتی به گفته وی فتنه‌گران میگه آتش زیر خاکسترن، پس شاید همین مسئله رو بهش اشاره میکنی خانم شما خانم پوزن. من فکر میکنم که سرکوب جنبش سبز رو اگر بخوایم از دید سرکوب به معنای فیزیکی نگاه کنیم، خب بله سرکوب شده، بسیاری کشته شدن، بسیاری در زندان هستن، بسیاری مجبور شدن که مملکت رو ترک کنن با همه مقاومت هایی که در این سال ها کرده بودن، ولی از نظر بعد فراتر از بعد فیزیکی بخوایم نگاه کنیم و یک مقدار دراز مدت تر و با دید بازتر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، من فکر کنم باید این رو بپذیریم و اون به هر حال سردمداران حکومتی هم این رو یا بپذیرن یا پذیرفتن که این گردونه به عقب بر نمیگرده. تجربه‌ای که ایرانیان کردن در سال گذشته و فهمیدن که با
نزدیک صدا شدن میتونن صداشون رو به جهان برسونن و گام های بعدی که برداشتن جنبش مدنی ایران رو در فازهای مختلف باز تعریف کردن و امروز ما در یک فاز جدید هستیم و اون هم کنش ها و واکنش های بین المللی هست که سالها بود منتظرش بودیم که جامعه بین المللی این صداها رو بشنوه و این واکنش ها رو نشون بده و در همین هفته گذشته همونجوری که اشاره کردیم به دو واکنش زیبای جامعه بین المللی دست پیدا کردیم. پس اینها رو میتونیم مراحل یا پله های بعدی و دیگر جنبش در نظر بگیریم و پله های بعدیش رو هم وقتی که زمانش برسه به هر حال خود مردم، خود ایرانی و جامعه بین المللی تعریف میکنن دوباره. بله خانم لیلی پورزند، حقوقدان و فعال حقوق بشر، با سپاس از شرکتتون در برنامه خبری و تلویزیون اندیشه. با سپاس از شما. با تشکر از شما. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.